با سقوط دست های ما. قسمت 12. وقتی بهزاد مشغول سفارش دادن بود وحشت کردم، انگار برای 10 نفر خیال سفارش دادن داشت. کولم را محکم بغل کرده بودم. سفارش را که سر میز آوردند واقعا نتوانستم اغ نزنم. با تعجب نگاهم کرد. بدت میاد؟ سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. فکر کردم هر قدر بد می شود با این حرکتم از خوردن صرف نظر کند و نخورده آنجا را به خاطرم ترک کند. اما با کمال تعجب کاسه پر از آب را جلویش کشید و مشغول خورد کردن نان در آن شد. بی خود بدت میاد، اینقدر ادا در نیار، از دختر این مدلی خوشم نمیاد، یک بار بخوری ترست میریزه، یالا شروع کن. اگه نمیخوردم خوشش نمیومد. با التماس نگاهش کردم. تون تون میخورد. با جدیت گفت تا شب هم که شده همینجا نگهت میدارم که بخوری، یالا پس. فقط نگاهش کردم. کاسه ای با طرح گل سرخ پر از چربی را جلویم هل داد و با صدای بلندتر گفت دبه جنب یخ کرد. با ترس قاشق را برداشتم و داخل کاسه گذاشتم. نگاهم کرد و کلافه یک مشت نان خرد کرده داخل کاسه من ریخت و شروع به هم زدن کرد. بخور، خوبه وسط. واسه کنکورت گفتم توش مغز بزنه. با این جمله بیشتر حالم بد شد، اما می ترسیدم از من خوشش نیاد. می ترسیدم. قاشق را لرزان داخل دهانم فرو بردم و بدون مزه مزه کردن گرت دادم. اما حس کردم تمام دهان و مری و معده ام دقیقا بوی کله پزی را گرفت. من فقط 2 قاشق خورده بودم و بهزاد مشغول سرکشیدن انتهای آب از کاسه اش. کارش که با کاسه تمام شد از جایش بلند شد و از صندلی روبرویم به صندلی کناریم نقل مکان کرد. کاسه من را برداشت و کنار گذاشت و در عوض بشقاب پر از گوشت را وسط آورد. اون رو که یه جور خوردی اشتهای منم داشت کور می شد. اینو درست حسابی می خوری؟ چندشم شده بود. چشمهایم را جمع کردم و پرسیدم اینا چی هن؟ در حال لقمه گرفتن گفت قانون اوله کله پاچه خوردن، هیچ وقت نخواه بدونی کجا کدوم قسمت کله است. چشم بسته لقمه بگیر و بخور و حالشو ببر. لقمه را جلوی صورتم گرفت. باز کن ببینم. با وحشت لبهایم را روی هم فشردم، اخم کردم. متنفرم با یکی بیام غذا بخورم و همراهیم نکنه. یالا بچه بخور، اینم واسه اون زبون ناتوانت خوبه. متنفر بود. همراهیش نمی کردم. مرا دیگر همراهش نمی خواست. بی اراده دهانم باز شد و لقمه را پذیرفتم. تمام مزه چرب و وحشتناک کله پاچه را با شور و ذوق با او بودن قورت دادم. بهزاد با ولع می خورد و برایم از خاطرات کودکیش می گفت. هر سال که آقا جانش عید قربان گوسفند میکشته، بهزاد با سر گوسفند خون‌آلود بهناز را دنبال میکرده. حتی یک بار سر گوسفند را وقتی بهناز دامن صورتی چینچینی به تن داشته روی پایش انداخته و بعد گریه بهناز کتک بدی از آقا جانش خورده. او میگفت من هر لحظه حریص‌تر برای شنیدن گوش می سپردم و دیگر لقمه های بعدی برایم طعم دلچسبی داشت. چقدر بد است یکی زمانی برود که منتظر همه چیز بوده ای جز رفتنش. راحت رفت. با یک لبخند سمبولیک به ظاهر دوستانه برایم دست تکان داد و رفت. بغضم را ندید، التماس چشمهایم را نخواند. به یک عینک به نهضت سوادآموزی نیاز دارد. دلم می‌خواست زیر مبل یک نفره قایم شوم
چشمهایم را با دستهایم بپوشانم. دلم نمیخواست عمه بهی کراواتش را ببندد و من برای اولین بار زمانی او را در لباس رسمی و مجلل مهمانی ببینم که برای صدف نامی باشد. باید زیر مبل پناه می گرفتم. مثل همان روزی که به سینه معلم ورزش کوبیده بودم و بابایی را مدرسه خوانده بودند. باید آنقدر آنجا می ماندم که دلش به رحم بیاید و نرود. آن روز هم آنقدر ماندم که دیگر دلش نیامد توبیخم کند. بغضم مثل پاندول ساعت در گلویم حرکت می کند. این روزها ساعتی یک بار به سراغم می آید و بالاخره یک روز یا من او را له می کنم یا او مرا خفه. بغض لعنتیم می گوید اگر آنقدر قیافه نمی گرفتی و در خوردن کله پاچه بیشتر همراهش بودی شاید نمی رفت. اما محال بود. دروغ می گفت. می دانستم که کسی که قصد رفتن دارد را اگر با میخ به تخته بکوبی خودش را حتی شده تک تک کند می برد. بیتا مدام دور داییش می چرخید و از تیپ و استایلش تعریف می کند. بهناز پشت چشم نازک می کند و می گوید هنوز عزاداریم ها. بی تفاوت رو بر می گرداند و جوابش را نمی دهد. حاج خانوم مظلومانه و در سکوت به بهزاد چشم دوخته است. عمه بهی برای بار آخر با وسواس همه چیز ظاهر بهزاد را کنترل می کند. قربون داداشم برم من. عین ماه شدی. ایشالله دامادیت. همین یک جمله کافی است حاج خانوم گریهش را رها کند و من. کاش من هم می توانستم مثل او گریه کنم. همین روز هاست که قلبم غرق شود. بس که در دل گریستم. حاج خانوم سرش را با آه و افسوس تکان می دهد و ناله می کند. ای حاج نورالدین، بمیرم برات که دامادی هیچ کدوم از پسرهات رو ندیدی. عمه بهی کنارش می رود و بغلش می کند و سعی بر برقراری آرامشش را دارد. بهزاد نفس عصبیش را بیرون فوت می کند. ده بس امروز به اوقاتم تر نزنید. چقدر از صدای زنگ تلفنش متنفرم. یک روز گوشیش را بر می دارم و به زمین می کوبم و هزار بار لگدش می کنم. بله صدف. دهن منو دارم میام دیگه. دستت رو گذاشتی روی زنگ؟ نه دیگه تاب نمی آورم. سمت دستشویی می دوم، در را از پشت سر قفل می کنم. حالت تهوع عصبی دوباره به سراغم آمده است. اشک می ریزم و روی محتویات معده ام سیفون را می کشم. عمه بهی و حاج خانوم مضطرب پشت در صدایم می کنند. صدای عمه را می شنوم. مامان تقصیر توی دیگه. جلوی این بچه هی میگی آقا عروسی پسرهاش رو ندید. حاج خانوم با مظلومیت میگوید ای وای بمیرم براش، من منظوری نداشتم. بهادر بیاد بچهش را به این حال ببینه دق میکنه. هیچ کس حالم را نمیفهمید. کف زمین نشستم و به سقف خیره شدم و ناتوان گفتم عمه جون من خوبم، الان میام. صدایش هنوز میتواند مرهم باشد، زخم میشود و مرهم میبخشد. من میدونم چشه، شما برید الان خوب میشه. شلوغ نکنید اینجا رو، روش نمیشه بیاد بیرون. نجمه سریع یک شربت آب لیمو بیار، سریع. نجمه چشم آقایی میگوید و تق تق در مثل چکش میشود و من چون میخ هر ضربه اش روی سرم میکوبد و من بیشتر در زمین فرو می روم. باز کن این در رو ببینم بچه. مگه می شود چیزی بخواهد و اطاعت نکنم؟ ناتوان در را باز می کنم و از اینکه با آن ظاهر آراسته به خاطر من مجبور است داخل دستشویی بیاید خجالت می کشم.
محکم موهای خیسم را از صورتم کنار می زند و بعد دستهایش را دو طرف صورتم می گیرد و یک جوری با آن چشمهای شب زدهش خیرم می شود که دوست دارم بگویم ببخشید، اما جای من این بار او این را می گوید ببخشید. با چشمهای از حدقه بیرون زده نگاهش می کنم، انگار وسواس پیدا کرده که موهای مرا مدام از صورتم کنار بزند. من مجبورت کردم کله پاچه بخوری، اینجوری شدی، الان شربت آبلیمو بخوری خوب میشی. سرم را از میان دستهایش بیرون میکشم و با شأن میگویم نه، تقصیر شما نیست، تقصیر خودش بود، اصلا همه دردهای من تقصیر خودش بود. کاش شیر آب را باز کنم و سر تا پایش خیس شود، شاید اینطور دیگر نرود، شاید. اما رفت، راحت رفت و اولین شب از شبهای رعب و بی کسیم را آن شب رقم زد. تیزی و سردی سوزن سرنگ در عضله داغ چون کورم دردناک است، اما نه، دیگر هیچ چیز اندازه نبودن او و بودنش با غیر دردناک نبود. صدای این مرد امنیت است. بهی، دکتر گفت این بچه تبش خیلی بالاست، آخه یهو چش شده؟ جان ندارم بگویم. بابایی چرا مواظبم نبودی؟ چرا نگفتی عشق خطرناک است و درد دارد؟ چرا همیشه عشق را در مقابلم ستوده بودی؟ درد دارم، همه شیدایت امشب درد می کند. صدای عمه بهی را تشخیص می دهم. تب هیجان برادر من، تو خودت الان از فشار حالت دست کمی از شیدا نداره. جوون سن حساسیه، کنکورش نزدیکه، تو هم زیادی سرت بین پرونده هات گم شده. این طفل بی مادرم که توی این دنیا جز تو کسی رو نداره. اگه فروغ بود می توانستم به او بگویم، شاید عصبی می شد و مثل همان وقت ها جیغ می کشید. با ناز بهادرش را صدا می کرد به امید اینکه بیاید و گوشم را بپیچاند، اما نمی دانست عشق این پدر تازه رسیده درد و تشرش بیشتر از هر چیزی است. هر لحظه که می گذرد کوره درونم بیشتر داغ می شود. من دست به خود سوزی زدم. کاش حداقل فردا صبح که مست و سرخوش از بستر صدفیت برگشتی و جنازه من و وسط حیات دیدی، بفهمیدی شب دختری از عشقت خودسوزی کرده است. اصلا کاش به آیدا بگویم به روزنامه ها خبر بدهد و با یک تیتر جنجالی عشقم را فریاد بزنم، حتی بعد از نفس باختنم. صدای بهزاد را از طبقه پایین می شنیدم، یک همهمه بی کلام عجیب. فقط حس کردم که خوشحال بود. دلم می خواست ادای قهرمان های داستان های عاشقانه را در بیاورم و از خوشحالیش خوشحال باشم، حتی با دیگری. اما مگر می شد؟ یک صدف گنده روی سینم سنگینی می کرد، انگار دنیا با همه وزنش روی سینه من بود. شاید جرم این سینه بی در و پیکری این روزهایش بود که یک آبر ناشناس را آنچنان در خود جای داده بود که اسرائیلی شده بود برای خودش قاصب بیره. بابایی باز با یک سینی غذا آمده است. چرا نمی فهمد معده‌ام از سنگینی قلبم مچاله شده و جایی برای خوردن ندارم؟ رو بر می گردانم و با ناراحتی می گویم من که سوپ خوردم، میل ندارم. سینی را روی عسلی کنار تخت می گذارد و خودش لب تخت می نشیند. هنوز نگرانی در چهرهش مثل چروک های تازه جوان زده دور چشمهایش مشهود است. چته بابا؟ بابایش را آنقدر متضرع بیان می کند که از دردش چانه می لرزد و باز اشک از چشمه دلم می جوشد.
چقدر امروز فضا برایم کرخت شده است. اکسیژن نیست، دارم خفه میشم. میشه پنجره رو باز کنی؟ درمانده نگاهم میکند. بیرون خیلی سرده، شیشه عمرم. بابایی لطفاً. میدانم علی رغم میلش دلش نمی آید مخالفت کند. به محض باز کردن پنجره سوز بدی به صورتم می تازد. خودم را بغل می کنم و گوشه تخت می خزم. با لبهای لرزان التماس می کنم. می شه بغلم کنی؟ کنارم دراز می کشد و بازوانش ریشه می شود برای شاخه های نحیف این نهال اسیر باد. خودم را مثل یک جنین در آغوشش جمع می کنم و پتو را روی سرم می کشم. موهایم را نوازش می کند. چقدر این آغوش شبیه آغوش نچشیده بهزاد است. انگار رگهایش فریاد همخونیش با بهزاد را می زنند. شیدا خانومی، می خوای بریم خونه خودمون؟ می خواستم. باید فرار می کردم. نه، نمی توانستم. دل کندن کار من نبود. نه، تنهایی رو نمی خوام. تا وقتی عمه بهی ایرانه ما هم بمونیم، ما هم خانواده داشته باشیم. انگار زخم زدم روی پدریش. من و تو همه کس هم مگه نبودیم دختری؟ ما خودمون یک خانواده خوشبختیم. بیشتر سینه‌اش را طلب میکنم و بیشتر چسب می شدم. حاج خانوم به شما احتیاج داره. در دلم نالیدم. به بودن بهزاد نیاز دارم. حتی اگه هر شب این صدف آدم خار بیاید و ببرد و ببلدش. دستهایم را روی دو طرف صورتش گذاشت. این دو ماه آخر لازم نیست زیاد به خودت فشار بیاری. این کنکور داره آبت میکنه. هر چی شد شد. تلخ خندیدم. خط نشونم بسم کشیدی، رتبه‌ام حتی دو رقمیشه. شوهرم میدی که میبوسدم. هزار رقمی هم بشه به کسی نمیدمت. دلم روز شدن میخواست. بابایی مثل بهزاد دعوایم نمیکرد و از دختر لوزها بدش نمیآمد. بابایی بسم لالایی میخونی؟ پیشانیش را به پیشانیم می چسباند. لوسکی بودی تو؟ بی رمقم، اما تابی به خودم می دهم. بهادر بهمنش. نوک بینیم را می بوسد. بهادر بهمنش در بست و یک جا فدای تو. مرا به خودش نزدیک تر کرد و بازویش را برای سرم بالینی نرم. خودش به سقف چشم دوخت و دست دیگرش را روی پیشانیش گذاشت. می دانستم می خواهد کدام لالایی را بخواند. همان که برای آرامش هر دوی من لازم بود. همان که هر بار که می خواند صورت هر دوی من را اشک هزار بار می رفت. لالا کن دختر زیبای شبنم. لالا کن روی زانوی شقایق. به خواب تا رنگ بیمهری نبینی. تو بیداری که تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم. سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یک کنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده. تلاطم های امواج جدایی زده کاشونم و صد تکه کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیرین دیگه چشمم به دنیا وا نمیشد. صدام غمگین از بس گریه کردم. ازم هیچ اسم و هیچ آوازی نیست. نمیپرسه کسی هی در چه حالی. خبر از آشنای تازه ای نیست. به پروانه صفتها گفته بودم که شمعم میل خاموشی من نیست. پرنده رو درختم آشیون کن. حالا وقت فراموشی من نیست. تو مثل التماس من میمونی
که یک شب روی شونه هاش چکیدم. سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. چه کسی گفته است یک کتاب را فقط میتوان خواند؟ چه کسی گفته است کتاب کارایی دیگری ندارد؟ حتما نمیدانسته. بعضی اوقات میشود یک کتاب را برداشت و به بهانه خواندن آن از آدم ها و اتفاق های اطرافت فرار کرد. میتوان ساعت ها به جملات کتاب بدون اینکه ذره ای از آن را بخوانی و بفهمی خیره شوی. و کتاب بیچاره این یار مهربان را معطل قدری توجه در دستانت نگه داری. یار مهربان، اصلا انگار مهربان ها به چشم نمی آیند. یارهای نامهربانم این روزها برایم خواستنی ترند، آنقدر که بابایی ها، کتاب ها، کنکور ها، عمه بهی ها، هدف ها، همه با همه کمرنگ تر از یار نامهربان حوالی خیابان اول قلبم می شوند. آه چقدر از وجدانم هم بدم می آید وقتی اینطور مرا بی جرم محکوم می کند. ابرهای خاکستری را از بالای بام افکارم می زدایم. پالتویم را محکمتر دور خودم می پیچم و به انتهای این خانه که یک در بزرگ سفید فولادی است خیره می شوم. شاید هم ابتدای خانه اصلا هر وقت تو از این در بیرون می روی انتها می شود و هر وقت می آیی ابتدا. عمه بهی از پنجره صدایم می زند. چشم می چرخانم. بله عمه. سرده، قربونت برم، بیا تو، تازه خوب شدی. کتاب را در هوا تکان دادم. یک فصل دیگه بخونم میام، درس دارم. پایان قسمت 12.